صاحب چطور هستی که تدریس؟ زنده باشی استاد. پردل نامده بود، باز بجایش من رفتم دستم پیش درس دادم. خوب کردی. آه شاگرداش هم زیاد شوخ هست. بشار بود ما که خود یک گپ دارم. صحیح است، درست است. سرمعلم صاحب اجازه است؟ بفرمایید، بفرمایید. السلام علیکم سرمعلم صاحب. سلام، خوب هستین؟ بخیر خیر. سلام علیکم. معلم صاحب خوب هستین؟ بخیر. جان شما جور است. شکر شکر. بخیر هستین دیگه؟ بفرمایید. سرمعلم صاحب، امی دو سال پیش من از امیجا فارغ شدم. دیگه به خاطر کارا شادت نامه اومدم امیجا امضا کتان کار سرمعلم صاحب. از اداره فارغ شدی یا از مکتبی؟ نه، از مکتب فارغ شدم. سرمعلمیت یک چی کار است؟ امضا کت کار است امیجا. ورقه تبی. امزاگک، یک امزای کلان، یک امزای آدم کلان امزاگک میگی. تو شرم نمیکنی کلان آدم؟ فارغ هم باز شدی؟ باز از همه رو مانده، همه مکتب ها رو مانده، از مکتب ما فارغ شدی. نام مکتب رو بخ میکنی؟ گپ زدن دام نمیفهمی. یک امزاگکت کار از سر ملیم؟ باز امزاگک میگی؟ نه دفعه گپ ها نمیفهمه. خالی چی بگیم دیگه نامشه؟ برو دان دروازه. برای اونجا بابه هست، بابی دان دروازه رو بگو. باز کده دو چاشت دیگه بیا بابا دیگه چاشت؟ بله چاشت که باز دو وقت مصرف نان خوردن می باشن باز امضا نمی کنه. من شیمه ندارم، خواه شیمه امضا کدن ندارم. ندارم؟ بشه این؟ آه برم. صحیح است. اینه میانه استاد خواسته این بخاطر از اینکه شقار رو بخانه. خیلی چاشت بیا. آه چاشت بیا. صحیح. برو دان دروازه برو. برو گپ خراب است. آه دیگه برو. وای وای حیفم سرمعلم های خوب و با شخصیت که قربانی اینه تا آدم ها میشه. حیف حیف یا کدام چورت رفتین؟ نه سرمعلم شاید من تو یک ذرات بله اوصلا نیست دیگه ذرات سرم درد دارد. السلام علیکم بابا جان، خوب بخیر؟ وعلیکم السلام، جان و جور است. چی کردی؟ بردم ورقه پی سرمعلم صاحب. سرمعلم صاحب گفت برو چاش بیناله. برم چاش بیایم وقت نان خوردنت باشه باز امضا نکنه چی تو کنم؟ امضا میکنه بچه، امضا میکنه. کم تجربه هستی، کم تجربه هستی. چاش تا باش قرار. چاش که شد برو از بازار یک چند خوراکت کباب گرفته بیا. چی؟ کباب سر میز سرمعلم صاحب بان کتش بشینانم بخو باز کاغذ کتا بودی که ایواز یک امضا دو امضا برات کنم یکی و خلاص. بابا جان من خودم پنج روز است که من نان نخوردم. برم به سرمعلم کباب بیارم. دلت تو تم مانده هیچ امضا نمیکنم. برو سم سعی برات گفته چاشت بیا. تو دیگه که نمیفهمی اون را من رفتم هیچ امضا نمیکنم. مامیال خودم نان نخوردم. خودم برای نان خورده باشه من امروز بابو کباب بیارم. گوشه گوشه برو کفته و نزنید. برو نه هر چیز مفت فکر کردی. نه خو سراو آقا تو کجا هستی؟ با خدا فهمیدید از امی آرسی ما چقدر وقت شد؟ پنج ماه شد نشد؟ آه پنج شش ماه شد. تو از این امی آرسی ما ترید ندیدم دیگه گم شدی از دیگه سایکو کمدل جان ما که برد بگویم رفته بودم به کشور همسایه به خاطر کار رفتم. خو کار رفتم دیگه همو همسایه گرد ما بودن ای در پلی دکان کداشتنه مشناسم که یک دفعه ترمپس زنگ زد برم. کمی زنگ زد گفت بیا که یک نفر دکان خودم مفروشه. دکان خودم مفروشه بیا میجا بگی کارو بارتا شروع کن. گپ خوب است دیگه آمدم همو جا آمدم دیگه گفتم همو دکان بگیرم رفته بودم اون طرف ها پس آمدم ساعت تیر شد نفر. والا خوب بود وی باش که زنگ است. زنگ آمد ببخشی دیگه هیچ گپ نه جواب بده جواب. بله بگو چی میگی؟ کجا هستم؟ با تو چی که کجا هستم؟ ترا چی؟ خلاص شده؟ با ما چی که خلاص شده؟ با بلایم با دردیم که خلاص شده سودای خانه او هفته برات آوردم پیسه داری برو خودت بخر. گوش کن بر ما دیگه نوک نوک زنگ نزن کلمه‌ای مام خراب نکو که حوصله حوصله نیست. دلیل نگو. نکو گفتم دلیل نکو. وار نکنه برو خداحافظ. زور نکو زبان بازی کن. برو خداحافظ. برو دیگه قد کن قد کن گفتم برو تا قد کن. کی بود کی رقم سش گپ میزد کتش یانگیت بود. چی یانگیت؟ آه یانگیت بود. او بیا در رضا رسی تو چند ماه میشد؟ سال نشد پنج شش ماه شده نی؟ در پنج شش ماه می رقم وضعیت می رقم خال مخال؟ نه باور که یانگیت بود. این اگه باور نداری که نشانت بود. نه کنارش یانگیت بود. اوه تجیبت کن. حال در این پنج ماه این رقم گفت زدنی چرای تو شدی تو؟ چی حقست که در بین تانه حال فصل نمیشه؟ نه چیزی گفت نیست. Thank you.
باز زنگ آمد ببخشید. تو رو نگفتم دیگه زنگ نزن. نگفتم تو دیگه زنگ نزن. خودم نمیشی. نه نه. تو دیگه. چی میگفتی؟ بگو. پاس میشه یک ذره. دیگه درباره ازی گفتی. بچیش ما چه قسم با تو بفهمانم. آلا آدم خود نمیشه کل عمر یک قسم باشه. ای خویا گپ وازی. آنه باز زنگ آمد. با نشقتش که باش کنید سایلنتش کنم. یه کم خلق خوش شد کم راویه. پشتازی نگر تو لب پشتازی میگردی. پس ما را گوش کن. ما برای چی میگم؟ چی میگی؟ آلا خود آدم نمیشه که دمی کل عمر یک قسم باشه. فکرت است؟ پیش از آرسی خوب بیا از کلگی جان قربان میگه خوب رویه میکنه خوب گپ میزنه. بعد از آرسی خوب نمیشه که صدقه و جان قربان گفته بوری. چرا قوه گوش کو اگر پیش از ارسی یک قسمی رویه کنی خیش کس ارسی کده نمیتونه اول بعد از امتحان کسی درس خونده؟ نخونده بعد از ارسی دیگه اختیار به دست خودت دلت هر قسم گب زدی دلت هر قسم رویه کدی اختیارت از دیگه نه خلاص تو اینمون تک سامتا نشونی رامی افسره نه دیگه این رقم زدی بعد از ارسی خودت هستی دیگه شاستی بابستی کنگ هستی خلاص دیگه هر قسم رویه کدی یک قسم گب زدی چه زم نیستی کنگ هستی رقم رویه اینا بازی زنگ زد. اینا بازی زنگ زد نشده که من دفعه میرم در جانش سمتای میفونم. خلاص گیری بیا. او بچه نزنیش. السلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی لالا بخیر. باز پلاستیک پر کرده وردی. ما خود دیگه میفهمی که ما چی میخرم دیگه لالا هیچ حاجت گپ زدن نمیفهمم دیگه این کتابه کار خریده منه این کتاباش که یک چند قطعکس بگیرم کتیش یک چند قطعکس بگیرم باز استوری کنم دا استوری بانم لالا تو بچه یک سوال یک دقیقه باش باش یک دقیقه باش باش که یک قطعکس بانت یک دقیقه من سوال مرا جواب بده یک عکس بگیرم بس اون گرفتی یک سوال الان حالا که تو میگی من کتاب خوش دارم که میگی من کتاب خوان هستم بله بله با کتاب علاقه دارم هر روز خلطه را پر کرده کتاب میخری میاری خود تو همه که بگو کمی از این کتاب هایی که خریدی تو چند تای زیر خواندی لالا در قصه گپا نپاش در قصه گپا نپاش و من میفهمی که در پیسه خود در چیزای ناق نمیتمنه در چیزای حق میتمنی کتاب هست حال ناق نرفته پیسه میدم این کتاب بسیار خوب است. که با هم تحزین شد و هم دوستاست میخوانم خو گپت سعیست حالا خیلی تو باز چرا که خود اعلام میتی؟ هر دقیقه ببینی که استوری کردی والا فلانه کتاب خواندنش شروع کردم والا فلانه کتاب خواندنش خلاص کردم باز ببینی که ناق ناق دباری هر کتاب از دلت نظر میتی قضاوت میکنی حالا تو که نمی کتاب نخونی نه نمی کتاب که نخونی تو چطور میتونی دباری از این نظر بتی؟ لالا کتاب خواندنش چی میکنی؟ یعنی ما بسیار از عکس ها و عکس هایش خوش دارم از چی مقاله شه خب بسیار خوشم اون از امو استفاده میکنم سکت از این کتاب که داشته باشی یعنی کتاب قدید باشه بسیار با مود و با استایل معلوم میشی خب یعنی تو دیگه از روی نمی پوش و عکس کتاب محتوایش داخلش رو میفهمی میفهم از همه پوش سر که ما ببینم کل محتوایش رو میبینم و بعد از گوش کو همی کارا نکو کدام روز گیری میای بیا میشی نه لالا ایگه آل سایکو نزنی. سایکو کتاب خریدی سر از همین پول مصرف کردی سعیس نه؟ حداقل حداقل یک دو صفحه از همین خوب بخوان که دمی چی گفته محتوای چیست هدف از چی است آل خب پیسیت رفته باز چرا ناق ناق از این به دل آلت را کی افته که بگی در باره کتاب از دلت نظر بده قضاوت کن خب میزنی یک دید چند نفر دیگر نسبت به کتاب بد میسازی چرا میکارم میکنی؟ پارا نزن لالا مره که بسیار ما با این کتاب ها رو که نخوانی همه کتاب که در میخانت باشه نه بسیار اعتبارت بالا میره در جامعه من حیثمت سمبول دیگه سمبول ها یک در یک مجلس میری برابر میشی از اتی کدام نفر سوال کنه همه تو جان بانی با چطور میکنی؟ لالا گپای ناخ ناخ نزن دیگه الهی ما به تبان کم کتاب ها رو بیچنیم دیگه تو مقل گپ زنیم خوینا کل چیندگی ناخوانده باز ناخوانده در دلت از استوری میکنی که والا فلانه کتاب انتر است فلانه کتاب تر نظر میتی ناخ ناخ لالا زیاد گپ زدی همی اصلا ما خراب نکن کمی کتابایی که خواندیم کلش از حافظه میره هر وقت که کتابایی که دیدیم عکساش کلش از ذهنم چاپ کردیم کلش از یادم میره نکن از این بعد دیگه کتاب نمیخری که گفتیم میخرم اول کل از یارو میخونی
هدفش هم میگیری، مفهومش هم میگیری، باز میری دیگه کتاب میخری. میخرم دیگه. دیگه دیگه کتاب داری. چرا میخرم؟ من خودم پیدا نکنم خودم میخرم. دیگه نداری که استوریان کنی که نگفته مطلب. استوری میکنم هم یالا میشه استوری میکنم. نمیخونی کتاب ها را؟ نمیخونم. نمیخونی؟ نمیخونم. خودش جمع کنم میره مفروشم. چی؟ نکل آلا. این بر خواندن است، این بر از این نیست که تو استوری باری یا نخوانی کامیدی؟ استوری من استوریای من خراب میکنی. میخونی نمیخونی؟ نمیخونم. نمیخونی من کشم میبانم پس مفروشم. بخاطر عکس است. بخاطر عکس. آجت نداره. فال بینم، فال میبینم، آل و احوال میبینم، خوب را بد میسازم، بد را خوب میسازم، قیل و قال های زندگی با پول و مال میبینم. بیا مشتری زود بیا، وقت ضایع نکن، من که وقت ندارم. سلام علیکم فال بین بیادر. وعلیکم السلام، خوش آمدی. بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ چطور هستی؟ صحت خوب است؟ تیز چی مشکل؟ چرا؟ یک قسم تشویش داری؟ خیرت باشه. اما چطور کنم فال بین بیادر؟ ام یکم کار معنی دیشا و اثر کار طرف خانه میرفت که در دمی جریان را دمی پیش خانهشان یک دونه سگ دیوانه ای رو دندان گرفتن. سگ دیوانه او رو دندان کردن. تو چی تشویش داری؟ آلو بیچاره نه کار رفتم میتونه در کنج خانه قرار کرد افتادم. آلو مشکل من نگفتی در چی هست؟ تو حتمی در تشویش عزی هستی که او پیچکاری از او چه قسم میشه؟ نه فالبین بیادر. خی چی؟ این خانه ما که بود نزدیک خانه نمی همکارم بود. ما از اونم یک کوچه رفت آمد میکردیم. خوب کوچه همه قصک داره قصک داره که هیچ پرسان نکو. این حال ما تک و تنها موندیم. خی تو این حال یک کار کن. خوب اینمی فال مرا بیبی که اگر ما از اونمو کوچه از اونمو را تیره بیر شوام کدام سگ مرا دندان میگیره نمیگیره؟ اون صدایش رو میایه. چوب 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 وقتی که من ورد میکنم صدای دنکت. خوب صحیح صحیح چوب 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 چی شد؟ بیتی یک دونه تاویز بیتی یعنی؟ بس کمی سگش طرفم نبیا. یافتم مرکه ببینه بگریزه. یافتم سگ از من بترسه. خب من سگ نترسم. چوباش من میفهمم یا تو؟ میرفتی خدا تحل میکه دیگه پتا. نه تو میفهمی ازم بس سامن بکن. خب تیز بس کن. یک دونه تاویز میتومد. یک دونه تاویز میتومد که سگ مثل که گوشت بدبوی باشه. از پیشت بگریزه. من گوشت بدبوی باشم؟ خب ایت نزدیکت نبیاید. اگر احیانا دندانم بگیره این دندان گرفت دندانم بگیره اینمی تاویزی که من برای تو میتام اینمی تاویز اونمو پیچکاری است. نه ایت دندان نگیره مرا که ببینه بگریزه از من بترسه. خب گفتم اولش هموست. اولش هموست اونمو تکو. پس وقتی که من ای تاویزه برای تو میتام باید یک پیسی دبل مره. تو پشتش نگرد مقصد مرا سگ دندان نگیره. تو این غم از اینی رو بخواه پشت پیسه نگرد. خاطر ناجم دل بیقرار میتومت ای تاویزه میفهمی؟ ای تاویزه یک پوش سبز کو در بازوی چپت بسته کن. خواه فهمی دیگه من تا پیسی دبل مره بدی. خب چند؟ مگر نالا مگر دندان بگیره هفته از اروپا واکسین از اون میشه از اون که در خوبه پیسه رو تو را بتوک مره دندان نگیره. نه اما تو خوب است. نه مره چند میتی؟ خب چند بتومت بگو. 7000 مره بدی. اولخه حقوق تو سگم که مرم دندان بگیره 7000 مصرف میشه. تو من مره تاویزه پس نه خیر نمیتم. تاویزه پس اره نمیتم میتم تاویزه پس بده. تو را سگ دندان بگیره. خیر تو را شو میمونی بته. باز تو میفهمی 7000 فکس 7000 فکس است. دل جام باشه 7000 اره میتونی حسابش هم کنی. یک تاویز دیگه چیز نیست. اینم یک تاویز است کلگا. اینم یک تاویز است کلگا. خب برو بخیر باشی. سلام این کلش کار ثواب است بیکنی. برو زنده باشی سلامت باشی. چی نکو برو فال بینم فال میبینم حال و احوال میبینم خوب را بد میسازم بد را خوب میسازم. خوی این خود رسید شد این شد تو باید اوی چی مگه؟ بله حالا مرا چی دیگه کردن ایش کنده قصابی واره بود. من اعتماد کردم که خمچا در بغل چهار طرفش خورد او را دیگه با من چی؟ برو
او ایم شد 25 نفر 25 نفر بانده او. چرا قمه پرسانم چرا قمه پرسانم ده تایش از روز دیگه است از روز دیگه است بله او صحیح است صحیح است صحیح است منتظر باشه صحیح است صحیح است خطا شد او ده تایش از روز دیگه است اگر رئیس های بفهمه رئیس های بفهمه رئیس های بفهمه خود جنجال میشه جنجال رئیس صاحب رئیس صاحب ایره چرا قد چی جواب بتوم رئیس صاحب کارهای مانده بله رئیس صاحب بله رئیس صاحب مرگی رئیس صاحب این چند بار است که مشتری ها از تو شکایت بکنن که تو فرمایشان به وقتش نمیرسن تو چرا ایتر یک آدم هستی؟ چرا کارت به وقت و زمانش انجام نمیکنی؟ رئیس کارا کلش انجام شده کل کارا کجا انجام شده کجا کجا دلیل نگو دلیل برای ما دلیل نگو ما چطور دلیلی تو را بشتم تو وظیفه داری مسئولیت داری یه در کدوم فکر هستی تو یه در فکر خود هست بدار شو بدار شو چرا جوابتون چرا جوابتون چرا جوابتون این رئیس رئیس بابه این کل کارای بازی مانده ایجا رئیس بیتو چی جوابتون جواب چی را بتون مرا چی به شرط زدن به مسابقه مرا چی اون گردنش کنده قصابی واره بود یخم چک لطش کرده دیگه من چی کنم چی جوابتون رئیس چی جواب ای کیس شماره ناشناس کیس بله سلام علیکم و علیکم السلام بیادر من دو روز پیش یک صابون سفید کننده دندان فرمایش داده بودم اما تا حال برای من نرسیده مرد سر خودت مرد در سر او دندان های ابلق در زیر او هر دندان یک پاکت نسوار است او را هر رقم محصولات که فرمایی بتی او سفید نمیشه بیادر جان در حالی که شما گفته بودیم در ظرف دو دقیقه برتون میرسه او بیادر نه ما را بزامت کن نه خودم برو چاله چی کنم سراف چی گپ شده چرا گریان داری؟ کارای مانده رئیس صاحب نال مرفقم میکنم حالا چرا تت خراب است؟ تو خام زمان دمی چند جای کار میکنی؟ نمیکنی؟ میکنی؟ خواهد چه خانه رام نمیتی؟ خیلی قپای سر چی میکنی؟ شنم که دلت زن میگیری چی؟ بشه زن چی؟ چی میکنی قپای سر؟ چند جای کار رام میکنی؟ خیلی بگو چی نشده؟ زن نمیکنم یک اشتباه کردم یک دفعه اشتباه کردم که تا بال اشتباه جریان داره و هر وقت ما در اشتباه بند مانده چی کردی؟ یک فوتبال بود سر این فوتبال شرط زدم یک مسابقه یک دفعه برعکس شد بنافه 500 دلار ما باخت 500 دلار 500 دلار ما باخت بابا اول ورود تا اون مو اشتباه بند مانده او بچه به می تو چی غرز کلم او آدم برد باخت با تو چی در جیبت 500 افغانی نیست 500 دلار میره تو شرط میزنی خب این کار از کدن است؟ یه کسی زنگ زده ده ایمه آنه نوز آقایم خبر نداره از شرط بازی تو باش بیا باز بگی باز او جواب بته یکی بود از جواب بته بگین دفعه اون اول شرط شرط خود زدی خود کدرم نه درد است نه درمان بگی هموطنان عزیز سلام به گزارش آب و خاک ما خوش آمدین امید که صحت و سلامت باشین موضوع گزارش آب و خاک امشب ما بند شدن جویها یا آبرواهای شهری هست به خصوص در وقت بارندگی یا روزهایی که بارندگی می باشه شما شاهد هستین که 2 ساعت از بارندگی تیر نمیشه که در چارایی ها جمع میشه در کوچه ها جمع میشه در جاده ها جمع میشه حتی آب به حد بلند میره آب باران که در خانه مردم هم داخل میشه علت بند شدن جوی ها یا علت که آب روا بند میشه
و مشکلات زیاد میشه، مثلا رای مردم بند میشه، رای موترا بند میشه، جنجالات زیاد میشه، او را ما برتان حال یک یک دانه میگم. علت اصلیش ای است که مثلا یک کراچی دار، یک کسی که دکسر کراچی میوه میفروشه، بعضی از اونا شام که شد فایده را در جیب میریزد، پخل و جنگلی و نمو میوه را چی میکنن؟ در جوی. این همه تر جناب دکاندار وقتی که شام میشه فایده را در جیب میریزه، اونمو زباله نوشابه هرچی که مثلا پلاستیکی که کوکلچه و هرچی که هست اونمو را دیگه سنسل میکنه، قرار بسیار بیغمباش بیساس میگیره در جوی خالی میکنه. اگه بویی که بیادر حالا چونی کنه بگونی جوی بند میشه، کار غلط است، بیادر دست دمی کمر میگیره یک ساعت نستت میکنه. شاروالی برای چی است؟ وظیفه ما خو نیست، وظیفه ما اینمی است که کار کنیم، دکانداری کنیم، فایده را در جیب بزنیم، جنگلی را در جوی. دیگه او دوستی عزیز او قربان چوم، شاروالی دیگه وظیفه‌ش نیست که مثلا تو پیسه را در جیب بزنیم باز زباله تا بیاری در داخل جوی لا کنی. او وظیفه‌ش مشخص است، او کار مشخص داره، باز وظیفه‌ش اندازی مشخص داره، به این معنی نیست که بیا یک کار موترم بکنه حالا که فایده خوشت میایه. او جان او گل برادر خود، او مرچ برادر خود، فایدهشه که خوش داری، اونم زبالهشه بگی یک قدم اگرا، یک دو قدم اکبان خودت تکلیف بده. اگر تکلیف نمیتی احساس شردوستی کو، احساس وطن دوستی کو، اونم را ببرد اونم جای معینیش که تعیین شده، اونم جا بندازه. چی سهل داری؟ دیگاهش هنوز نگفتیم. سزگه تشکری قلمان یکشه بلسز، ساغ بلسز، تاسی پاپا گلا سپرو، اللامو انشا. سیکو نفر محمد نه نفر محمد اشتباه گرفتی نفر محمد او کمربند سر 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 تلایی باش گره. او بچه ها متوجه باشین این حرکات در خانه نرین، در خانه نرین که کج و کلنجو سب نشان شد. اون سب نشان نکن. یک دو سه نشد. تکان داد. مقصد متوجه باشین که این حرکات سر یک دیگر نرین که کج و کلنج خان مونده. نه یکی او خلاص براتون گفته باشین. سه یک دفعه عریفی دومش آمد، برنده چهار دفعه حالا که برد باش که دوست بار که هی آشمی. سلام خوب هستی؟ سلام خوب هستی؟ سلام علیکم جور بخیر عارف فهمید زنده باش جواب بابی چی اون دو میمون خانه سو تا منتظر خود تا خوب بچا متوجه باشین شوخی نکنین ساتری کنین که کدام توی دانه خدا اینا که دعوگار نکنین من دو خانه پیش بیادرم میرم برو خب چطور هستی که درسای مکتب میری کورسی گفا مکتب میریم کورس ها میریم خود چطور هستی؟ برای هستیم منظره بگرم سکو او دفر کلیزی کشتی کش گرفتی نه؟ آمدی باز میمان بودی دیگه اینا لیه یک کشتی راست کدیش نمیگیری؟ کلت سرم اون دفعه که چپیش کردم من خوب بردم اون دفعه بردی دفعه میبازی دفعه در میدان کشتی کش بگیری بیمجا مقصد بازر نه دوایت نبرای پس آن یه بخیر دوایت سرم سد میشم سرم ایسو که دمیرای بابا نگیری سی
وای 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 الو الو خبر الو خبرم خبر خبرم واو خبر چی گپ شو خبرم خبر مثل که کشتی گرفتی ما گفتم که کشتی ما بگه اینه ما بگه پدر ما بگه پدر ما بگه اینمی یوتو شیطان یوتو منافق بچه گوشای ما کر نیست کل گپای تا نفهمیدم شما وقت پلان کرده بودید دروغ نه کاب خودشون سر من پلان کرده بودید سلام و ادب خدمت شما هموطنان عزیز دوستای عزیز نشوین مریض با پایخانه امشب ما خوش آمدین جوبر جان ما آو میخورم خود چای نمیخورم نوش جان دیگه قصه یا موضوع پایخانه امشب ما به ارتباط چای در قدیم است چای در قدیم خاطرات چای قصه چای که چای چه قسم وارد میشد چی گپا داشته بله همین اشتوکای ما با بزرگای ما قصه میکنه میگه در قدیم ها همه که چای شوب میکردن مثلا چای سیاه شوب میکردن چای سبز پس عرق میکردن آه عرقشون ساده نبود که عرق میکردن با دمی دامنشان چای پس جمع میکردن گلاسکی پس در چای نگ مینداختن اینقدر چای میخوردن تا که در ششیشان درخت چای سبز نمیکرد هر وقت که درخت چای در ششیشان سبز میکرد میگفتن باش که نال میریش های درخت گنده نشه با میگفتن بیادر من رو بس دیگه چای نمیخورم گپت بیخی تایید است گپت بیخی تایید است ببینین بیخی همون زمان ها امیال واری آدم است ما در خانه ماهوار یک بوجی آرد میخریدیم اما سی بوجی چای میخریدیم سی بوجی چای اونوا بگویند که ما چای میخوردیم آلکه چای خوردن هست این چای خوردن نیست و آه گپ مهم چی بود؟ این گلاس و پیاله و چاینک و ترموز و دگه و دگه وقت نبود. فقط اونمو چی بود؟ سماوات. کسی که سی سماوات و چهار سماوات چای میخورد خورده بود یک چیزه کسی که نمیخورد اصلا چای نمیخورد یا یگان میمان میگفت که چیست یک دو سه گلاس چای کتتان میخوریم این هدفشان اونم سماوات بود گلاس چای نبود نزاکت های اجتماع را در نظر میگرفتن و چای میخوردن با دپالوی چای شمیش هم گپ پیشتر لالایم شمیش هم میخوردن او برای قوت حافظه خیلی خوب قوت حافظه خیلی خوب چای خورده کشورهای خارج آباد کردیم دیگه یک قصه که یاد ماما و دیگه از پدر کلان من نواسی شوی همه خاله بوبوش قصه میکد نواسی شوی همه خاله بوبوش خاله بوبوش قصه میکد میگفت این همه چای اینمی چای یکی از خوراکی های اصلی بود اصلی بود اصلی بود خواست که نیمی چای که میخورد نیمیش که میخورد نیمی دیگه جا دمی دست خود کمی رقم میکرد ترپ چی بود دستاش خینه دستو خینه این از همی چای خینه اینمی خینه از چای مانده اصلا چای مانده دیگه با اجازه تان برتان بگویم که در اون وقتای ما مردم سه وقت نان میخورد پنج وقت چای میخورد مردم بیخی معتاد چای شده بود یک روز بار یک دقیقه رو بدون چای و تحمل نمیتونستن باز یک شوهر خاله ما بود در این منطقه به نام چای کش معروف بود نگفتین چطور چای کش هر وقتی که این نان میخورد که تایمی نان خود چای هم گت میکرد مثلا قرمه چای، آشک چای، منتو چای، دلمه چای، شروع چای، قابلی چای، قابلی چای یک روز در راه روان است این یک بوجی کلان نمی پیچش میگه میره کجا میبری میگه والا این چای خشک است میبرم خانه ما گفتم بیشک والا حقی یک ساله تا بردی گفت نه کاش که یک ساله باشه من شک دارم کمی یک ماه مارم دوام کنم یک ماه نمیشه قدیم ها چای بسیار جادو داشته مثلا در سر بام بیش اولیش که چای چی برف که کود بشه رو پاک نمیکرد اینه بیتی که چای قرد میکرد برف گم میشد چای بسیار بیادر جادو دارد کلی کار چای میکرد میرم کارا دوام شده میرم کارال شده میرم از هم چای پیدا کرده بودن کل چیز دوستای عزیز ای بود کسی پایخانه ما که به شما گفتیم تا هفته آینده که بازم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم
شبتان خوش، شبمون بخیر، خداحافظ. خداحافظ و ناصرتان. سلام بیندای عزیز، به مز چارکنج ما خوش آمدین. از تغییرات و وارسی کردن در این زمان تا ادای کار نکردن تا ما تا این زمان، در سابقه می گفتن که عروس بعد از یک بار عروسی کار نمی کنن. حالا داماتا میگه تا یک سال بعد از عروسی ما کار نمی کنیم. دو مهمان کت خود داریم، دامات تاریخ تیر شده و پدرشان. سلام بر دویتان، خوش آمدین به میز چارکنج ما، قبر ما در اختیار شما. زنده باشید. سلام، سلام. خوش باشید. اول از خود دامات میشنویم، دامات تاریخ تیر شده. بله بله، درست گفتین. ما یکی از داماتای تازه عروسی شده هستم در میز زمان. بچیم، بچیم، چهار ماه از عروسی تیر شده، تو هنزام خودا نوداماد میگی؟ نه والا دیگه پدرم اینجا شروع نکو، اینجا برنامه از خانه نیست دیگه. خب، گفت بول از خود داماد تیر شده، میخواییم بشنویم که میخواییم تا یک سال بعد رخصتی کنن، کار نکنن، چرا؟ سعی کن نتاق جان، خودت خوب بهتر میفهمی؟ بله بله. که میگنم یک زن مرد مساویست، از یا نه؟ خچور همی خانم ها بعد از عروسی تا یک ماره هیچ کار نمیکنن، رخصتی میکنن. بازی دامات های بیچاره همی صبح عروسی که میشه عاجل میرن سرکار، چرا؟ این ظلم نیست؟ آفرین، خیب میخواین که حقوق مرد و زن مساوی در نظر بگیرید، در نظر گرفته شود. خیلی خانم ها که یک بار کار نمیکنن، شما یک سال کار نمیکنین. سعی که ناله چه قسم است؟ سیستم طالق قسمی بوده که نمی دامات های بیچاره اینونم روز عروسی ها میرفتن سرکار. که نمی سیستم تا چند دهره نموت به پیش رفته. فعلا ما شخصا میخوایم که نمی قانون تغییر بتم. ما شخصا میخوایم که نمی رخصتی را تمدید کنم. و از این میجه خطاب میکنم به کل تازه داماتای عزیز که حقتان است، حق مسلمتان است که بعد از عروسی تا یک سال رخصتی کنین، بیکار باشین، اما تو دلجه شما 9 ماهی را تمدید کرده. یک سال او یک سال از خانم ها، شما 9 سال دیگه سر از این اضافه کردین یک سال. خب بسیار جالب، شما از شما میشنویم پدر جان، بفرمایید. چی بگویم؟ درد دل خدا با کی بگویم؟ بگو ببین دابا. همین نو کار سی کرد، روز اول خود چیز نگفتمش. بله بله. روز دوم چیز نگفتمش. روز سوم چیز نگفتمش. روز چهارم هم چیز نگفتی یا گفتی؟ گپ به یک هفته رسید. خب تا یک هفته. تا یک هفته هم چیز نگفتمش. دیدم که آهسته آهسته گپ به یک ما رسید. اینه میجه دیگه؟ کلیمه خراب شد. کلیمه خراب شد و صدای ما بلند شد. گپ تا یک سال هم دوام کشید یا نکشید؟ گپ ما گوش کن. خب خب. مره دبیریدی گفتن با نتاب جان. خب بفرمایید. گفتم تا یک ماهی چیز نگفتمش دیگه، اینه میشه صدای یک دفعه گرم من تلو انفجار کردم. منفجر میشه. و آل هم که از پیش پرسان میکنم که چرا اینی گپ هم میزنن. این آل ما پدرها و مادرها چی کنیم؟ باید پیش از پیش یک تصمیم بگیریم در این مورد، پیش بین کار خود باشیم یا نی؟ باشی باید. باید باشیم. باید باشی، باید باشی. بعد از یک سال باز تصمیم تا بگیریم. تا یک سال ما رو بانم تا بیکار دکیم. خب دوستای عزیز، دیگه این وضعیت در وقت وادش نصیب ما هم شود. تا برنامه دیگر و امید چارکنج دیگر، خدا حافظ شما. تو بیا که اندیوال ما چی گفته اینجا مسیج کده که کجاستی؟ هیچی نوشته کده؟ تو باشین این کومنت ها ببینم که کومنت ها ده چی تشکر. هیچی سی هیره که مانده اینجا نه او ما این کالا را خریده بود بینه خواهی هیچیش پاره شده. او این کالا را خریده بودم تا بال قرض این کالا را نداده میره کی مانده ایجا؟ او بیدر کی در سر را مانده ایره؟ تو باش من ایره اوسو کنم اوجه با یعنی چرا اوسو کنم؟ کسی دیگه که تیر شده پر سر رای من مانده من اوسو کنم. من پس میمانم شم ایجا ولقه باشم ایجا. خود چی گفت؟ ولی خود از چی گفتن؟ آه از گوشت باشه، از گوشت باشه پای ما خار داد. تو سعی که چی مردم بی منطقی، مردم بی فکری اثر رای جا برای ما چوبخانه جور کردن از رای رفتن. الو اوی 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 تو خار زد پای ما که یار بخیر.
ای چی هسته؟ ای از کجا پیدا شده ای گوه؟ دوتای من نو رنگ کرده بودم ای خدا. بچیم، خوب شد که تو اول تیر شدی ما دیدمت. یعنی اگه من که تزی آساچومم تیر میشدم، 100% مفتادم. چی گه پای ناق میزنی کاکا؟ ای واسه بگوی خوب شد که بخیر تیر شد، مرا میگه خوب شد که اول تو افتادی که من متوجه شدم. بچی. خوب شد که من کدوم موش نبودم، تام کدوم تحقیقگر. اگر نه سرماز مایش کده نفس من میکشیدی. قربانکت بچم، تو گپ دیگه طرف بردی، تو دیگه چیز فکر کردی. بیبی بچم، پشت از این گپا نگرد خیر باشه. بگم این چوب امیر از راد پس کو که کدام کس دیگه نفته. مرا چی کاکا؟ من نوکرت هستم. هر کس که آمدن داخته بیای امو جمع کنه. زیاد که میخوای برو بچه های تصدا که بیای جمعش کنه. قربانکت شوم بچم، من نمیتونم، کمرم چک شده. یگن این وقت پاک کده بودم. مما غرض نیست. تو جوان هستی. خودت میتونی خودت بگی جمع کن. الله. الله. الله از این جوانای امروز هیچ خیر نمیبینی. وی وی الله باش که همه قخو گوشش کنم. الله الله ماشم کدام ظالم خدا ناترس اینجا انداخته ایره. بال پدر ایره من میگیرم این گرنگ است. حالا ما آورده میشه بچه‌م. ناخ گرفتی خیلی گرنگ بود، این پیشتیاره تو میگرفتی. یک بخچه دگام دو اتاق سورم میارم، سعیست؟ بیار باشیم. حدث اولاد نال، از این کوچه دایی کوچه، از این کوچه دایی کوچه. از این خانه دایی خانه، از این خانه دایی خانه. تو بخه بیبی که کجا رفت، بخه. پیشتر دمی روی اولی بود. بخه، بخه، نمانیش که کوچه نره که باز کدام گل باونه تا. الله. اینا پدر آوردم شه. آقا او بچه کجاستی؟ کجاستی؟ اینا جان دا جان ما نمان کشکشی کده کشکشی کده. چی میکنی؟ باز کجا رفتی؟ باش ما برم. کجا میری بشی؟ کجا میری؟ من برم یک دفعه من برم. چی گفتا؟ آه کجا میری؟ اون دکانداره که سر کوچه سابقه نه مرا زنگ داده که باختار داده بیایی صابیه های تلکو اینا درد خوانده سبق نه من برم یه اونه یک سبق بطن چی میگم؟ گپ ما گوش کن، گپ ما گوش کن. چی را گوش کنم آقا؟ در این کوچه متوجه باشی که این کارهایی تا نکنی. کلش بند، کلش بند. اگر این کار کدی و شنیدم اتو جزا بتمت، اتو نسقت کنم که مرغای هوا برات گریان کنه. یک دلش از کزمی خانم مرا بکشه. نه دل جمع دیگه، عقل دارم من اون سبق بتم. بگو در این کوچه صدای تا نکشی، صدای تا بلند نکنی. یعنی اتو نسقت کنم، اتو نسقت کنم مرغای هوا برات گریان کنه. گپ ما بشنو. من برم سبق بتم. گپ ها نمیفهمی؟ صاحب خانم بیا بیا در بیا نو سیاسران آمده بیا بیا نو کوچه آوردیم بیا. خوش آمدی بیادر زاتا، توجه بیشی؟ توجه بیشی؟ السلام علیکم بیادر جان، صحت شما خیر باشی بیادر جان، جان بخیر باشی، سلامت باشی. سعی که بیادر، من می خودت دیده گفتم خیر از زمان زمانت ختم به فرصت جور میکنیم. سعیسته در آنومم بیادر میریم ام کلی گپا را خلاص میکنیم که امی کوچه تو او آدم که کوچه در روی کوچه کشیده در روی کوچه نمانه. بیایی یک دک سرپناه اما جو کوچه تا بانی این ما خانه خدا برات دادم اما تو سیانه. اما بیادر، اما بیادر بسیار فکرت باشه، بسیار فکرت باشه که کدی فامیلی که اولاد خود داره کده نمیتونه، فامیلی که اولادش بلاست کده از اون ما جور نمیم. اینه بی قلدور بچی تا میبینی نه؟ بچی تا است؟ بچی مست بچی تا است نه؟ بچی تا است باش که نمی بود بوش که چی بچی بیادر جان خفانه چی؟ یک دقیقه، یک دقیقه که من چی شکایت دارم کده نمی قسنگ اینه میجو دفتن کده یک کسی جنگ کرد او گریخت که در نمه قسنگ زد در شیشی میمان خانه خورد از شیشه تیر شد در عینه که میمانم خورد. خوب شد که فامیدی در چشمش نخورد. فامیدی؟ آقا ما چیز نکدم. نه 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 اجازه یک دقیقه بدن چون یک دقیقه یک نه نه اجازه بدی ما می وقتی کاکا درمانش نه یک دقیقه باگی کاکا درمشم بگرد نازم گپ نازم یه در کفا نشی من اجازه بدی امی لطتم نه برو بیا در کوچی خودت اون بکن یک طرف دیگه ببخشی. تو خودت به کوچی تو جام جانکم این این ما ای آخرین دفعه باشه آخرین دفعه این 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 آقا بقیر آقا ما مرد استم تو گپ نزن.
الو سلام گراسیز درو و با اخبار یو ساعت خوش آمدین. پرفکت از ناین کانز کم انگلیسی من خودم هم نمیفهمم. سرک های نو جور میشه با قوت و احساس انسان های خوب، اما چند روز بعد سیل میکنی که در یک طرفش سنگ میده میشه در دیگه طرفش خرواری از چوب. بس از زحمتانان ما که همیشه در کوچه های خاکپر و سرک های خامه عادت کردن، با دیدن سرک های نو یک دفعه احساس جدید برشان رخ میشه که اینا چه کاری میکنن که سرک های نو افتتاح بکنن. اینمی است که خرواری از چوب یا سنگ اوجا خروار نموده خروار کرده یا کود کرده چی میکنن؟ میده میکنن. ما خود یک راپورچی و خبرکش با می دو چشم نیکار خود دیدم که اینمی آدم چوب اونموجا خروار کرده میده میکنه. روز روزی روشن جناب چوب شکن دل شکن به استودیوی اخبار ما خوش آمدین. میشه که برای ما بگید که شما چطور با کدام جرأت با کدام احسان با کدام وجدان سرک های نو در سر چوب میده میکنید؟ اول خو سلام به خودت به کل بینندهایتان که ما را میبینه با کل چوب شکن و کل چوب شکن ها زیده میجه برای ما سلام برشان میرسانم. بیادر اگل یک مسئله که بسیار مهم است، چوب هر جای که خوبتر شکستانده شوه اما جای بهتر است که بریم اما جای چوب بشکنانیم بشکنان. این جایی را که شما میگن چوب نشکنان این خوب جای است. این چوب که در سرک میموری در لایس منظم استاد میشه. این یک تبر که میزنی آجت تبر دوم نیست طرف دو توتا میشه. این خوب جای است مثل یک انسان سیده و راست داره. این خوب جای است. واترام نیست که ما جای سرک گرفته باشیم جای موتر گرفته باشیم. یک بلز جای بر موتر مونده نه آفرین تو چطور نه؟ واقعا که شما احساس هم دارین یا نه؟ چطور ندارم؟ یعنی با موتانم یک بلی جای موندی که برا خالی میاد چوب غنش کنانین در بخاری چه قسم شما چوب جای میکنه؟ نمیشه نه؟ کنیم سرک بهترین جای است بخاطر شکستاندن چوب. راحت شکستانده میشه دم یک ضربه. از نگاه علمی و جنبه های چوب شکنیش این چیز هم هست که وقتی که چوب در سرک شکستانده شوه در یک کیر اضافه میشه و کیر اضافه میشه و کیر در داخل بخاری نفت اضافه میشه. کمی گوگرد بذاری دلم دم دار میگیره رم دار میگیره یکی که وجدان تا دار میتی احساس تا دار میتی دکتر چیز نیست وجدان؟ شما وجدان دارین؟ چی او نه خب خب راست میگی شما خو تنها وظیفه چوب شکنی دارید. ما سر وظیفه ما اینه که چوب بشکنیم. چی؟ احساس وجدان احساس چی است؟ احساس وجدان؟ ببخشید من یک سوال سوال جدا از اصل مسئله کردم. مرا با عرض چوب شکنی مرا ببخشید. من صرف وظیفه چوب شکستاندن از خلاص دیگه این وجدان احساس چیز نمیکنه. خب وقتی که شما در سرک نوکیر شده چوب مشکنانین و با چشمای مثلا گناهکار خود میبینین که سرک توتا توتا میشه اینجا احساس شما چی است؟ ببینید من دیگه چیز نمیبینم. من صرف هدف من شکستاندن چوب است. اینکه توته شد این شد به من غرض نیست. اونا صاحب چوب هم بگیرین اونا صاحب سرای ما کم بگیرین بعد ببین من صرف شکستاندن چوب است خیر و خلاص. نه شما قابل تقدیر به خاطر از این هستین که مثلا شو این کار رو نمیکنین. نه در روز گل صبح تو نمیکنین در روز روشن این کار رو در شب شکستاندن نمیشه. من میگم آفرین جرأت در شب شکستاندن نمیشه. اوقات امکانات هم نداریم که ما لایت بیاریم روشنی پرتیم اونم روز است که ما اورا مشکل کنیم. باید شما تقدیر شوین باید شما برای شما تقدیر آمد باشه. ما همیشه در خدمت مردم هستیم. باید این توسط چوبتان کلمه چوب خودتان برای شما تقدیر شوین. تشکر شما همیشه در خدمت مردم. تانکیو 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 وری گود اوسلتان عالی بود گود نایت.